بینندگان عزیز سلام بر شما، خوشحالم که در اولین روز هفته در خدمت شما هستیم تا نگاهی بکنیم به جدیدترین و مهمترین رویدادها و تحولات میهنمون. با ما همراه باشید. خبر و نظر، بهره برداری همه جانبه از انفجارهای تروریستی بوستون، دم خروس نظام ولایت، افشاگر، ادامه زوزه های وحشت از بازگشایی دفتر مجاهدین و مقاومت در آمریکا. در آینه رسانه ها، خدمات مجانی ایران به دولت مالکی، نشریه جدید 24 فروردین. در گیومه، سرنوشت حجاریان و هشدار به احمدی نژاد. در محاصره، دخالت های مخرب رژیم ایران در سوریه. در چند روز گذشته خبرهای مربوط به انفجارهای جنایتکارانه در بوستون آمریکا سایر خبرها را در دنیا تحت شعاع خودش قرار داده بود. بسیاری از سردمداران رژیم از خود ولی فقیه تا سایرین و همچنین دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم هم در قبال این رویداد موضع‌گیری کردند و حرف زدند. اگه شنیده باشید موضع‌گیری و حرفهای رژیم یک فرقی با بقیه داشت و اون هم این بود که ضمن یک ابراز تأسف آبکی و ظاهری آشکارا یک ابراز رضایت در اونها دیده میشد که به زبان خودمونی میشه اینجوری گفت که خوبتون شد، یا اینکه مثلا دلم خنک شد و بلافاصله بعدش روزه تکراری حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی و بازگشایی دفتر مجاهدین در واشنگتن رو میخونه. راستی چرا؟ بهره برداری همه جانبه از انفجارهای تروریستی بوستون، دم خروس نظام ولایت. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند این چگونه منطقی است که اگر کودکان و زنان در افغانستان و پاکستان به وسیله آمریکایی ها کشته شوند و در عراق و سوریه نیز تروریست های مورد حمایت آمریکا، غرب و صهیونیست ها فاجعه آفرینی کنند اشکالی نداشته باشد، اما اگر انفجاری در آمریکا یا یک کشور غربی روی دهد همه دنیا باید هزینه آن را بپردازند. و رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی با ابراز تأسف از وقوع انفجار تروریستی در بوستون آمریکا از سیاست‌های دوگانه و تناقض‌گویی کشورهای غربی و آمریکا در قبال تروریسم انتقاد کرد. آیت الله حامولی لاریجانی با اشاره به ماهیت تروریستی گروهک منافقین و برخورد آمریکا و اروپا با شرایط این گروهک از آن به عنوان نمونه‌ای از برخوردهای دوگانه غربی‌ها با مسئله تروریسم یاد کرد. حالا که به چشمتون دیدید ناامنی چقدر بده، به چشمتون دیدید کشتن بیگناهان چقدر فجیعه، به پاس پاسخ به ندای وجدانتون وارد میدان بشید و دولت مردان خودتون را مجبور کنید به این که ارسال سلاح را به سوریه قطع کنن. معتقدیم که اجازه دادن به گروه‌های تروریستی برای فعالیت، خارج کردن اونها از لیست گروه‌های تروریستی به بهانه آزادی، اینها میتواند در نهایت وضعیت بی‌ثبات و ناامن رو ایجاد بکنه. همین حرف‌های سردمداران و ایادی رژیم که شنیدیم به خوبی گویاست که به رغم ابراز تأسف ظاهری، اونها چقدر از واقعه انفجار جنایتکارانه بوستون خوشحال شدن و چقدر از اون استقبال کردن. روشنه که در هر جنایتی وقتی عامل جنایت شناخته شده نیست، برای کشف اون همیشه این سوال مطرح میشه که چه کسی از این جنایت سود برده، چون این همون کسیه که انگیزه ارتکاب این جنایت رو میتونه داشته باشه. بنابراین همین واکنش‌های رذیلانه کافیه که حتی پیش از اینکه اثر انگشت به روشنی آشکار بشه نگاه ها رو متوجه رژیم آخوندی کنه، به خصوص که همین رژیم پدرخوانده تروریسم و بنا به تجربه صدها باره هم ثابت شده که سرنخ این قبیل جنایت های تروریستی مستقیم یا غیر مستقیم به دیکتاتوری تروریستی آخوندی ختم میشه. نکته دیگه ای که در این واکنش ها قابل توجهه پاسخ به این سواله که چرا پیروزی مجاهدین در شکستن و برداشتن راهبند
از جلوی پای مجاهدین و مقاومت ایران و بازگشایی دفتر مجاهدین و شورا در واشنگتن، این چنین باعث وحشت و سراسیمگی رژیم ولایت شده. تا اونجا که پی بیرون دادن دم خروس از لای قبا رو میپذیره و عوابقش رو هم به جون میخره و اینطور از صبح تا شب به خاطرش آه و ناله میکنه. چرا؟ چون که این گام ها رو علامت به رسمیت شناختن مجاهدین و مقاومت ایران به عنوان آلترناتیو و جایگزین سیاسی خودش میبینه. عامل به صف دادن و رسمیت بخشیدن به راه حل سرنگونی میبینه. به همین دلیل که در روزهای اخیر در پی هر رویداد و هر تحولی داغ دل ایادی و سردمدارهای رژیم تازه میشه و روزه و ذکر مصیبت رو تکرار میکنن. اما مثل بقیه بن‌بست ها، این رژیم از این بن‌بست هم گریزی نداره، چون هرچه بیشتر ابراز خشم و وحشت میکنه بیشتر به دنیا نشون میده و شهادت میده که آلترناتیو رژیم ولایت فقیه و عامل اصلی سرنگونی اون کدوم نیرو و کدوم جریانه. یک نکته دیگر رو هم اجازه بدین که من در آخر اشاره کنم، اون همینه که این کشورهایی که ولی فقیه و ایادی جنایتکارش برای اونها اشک تمساح میریزن، مثل همین سوریه، عراق، افغانستان و سایر کشورها، از قضا خود این کشورها بزرگترین قربانیان تروریسم همین رژیم هستن. و چه کسی در دنیا نمیدونه که این مردم بیگناهی که هر روز در سوریه یا در جریان بمباران‌ها قربانی میشن یا توسط آدمکشان بشار اسد قتل عام میشن، این جنایت‌ها تماماً توسط همین رژیم آخوندی سازماندهی میشه و توسط نیروهای همین رژیم به مرحله اجرا در میان. انشالله که دور نیست روزی که آمران و عاملان این جنایت‌ها امثال خامنه‌ای و قاسم سلیمانی به خاطر این جنایت‌هاشون در دادگاه بین‌المللی محاکمه بشن و به سزای این جنایت‌ها برسن. روزهای وحشت رژیم از خروج نام مجاهدین از لیست تروریستی و از بازگشایی دفتر مجاهدین و شورای ملی مقاومت در آمریکا تمامی نداره. این بار یکی از مهرها و دشقیمان وزارت اطلاعات قدری صریح‌تر از بقیه علت این همه وحشت و سوز جگر رژیم ولایت از این قضیه رو برملا کرده. با هم گوش میکنیم و میبینیم. ادامه بدون وقفه سوزه های وحشت نظام ولایت از بازگشایی دفتر مجاهدین و مقاومت در آمریکا. سردشتیم وزارت اطلاعات آخوندی: دولت اوباما از همه ابزارها برای فشار بر ایران استفاده می کند و بر جمهوری اسلامی ایران فشار می آورد. دیروز با خارج کردن نام مجاهدین از لیست تروریستی و امروز با افتتاح دفتر آنها. محمد جواد هاشمی نژاد، دبیر کل هابیلیان، در گفتگو با روزنامه خراسان در خصوص افتتاح دفتر مجاهدین در واشنگتن گفت: اگرچه به نظر می رسد که در آمریکا با رفت آمد دولت های مختلف در حوزه سیاست خارجی در برخورد با کشورها روش های متفاوتی اتخاذ می شود، اما در واقع همه آنها روش های جنگ طلبانه را پیگیری می کنند. و یفسود در این راستا دولت اوباما علارغم ادعاهای خود تلاش دارد با همه ابزارهای ممکن به جمهوری اسلامی ایران فشار بیاورد. یکی از این ابزارها استفاده از گروهک‌های تروریستی است. هاشمی نژاد اظهار داشت: امروز اوباما از ابزار تروریستی علیه ایران به شکل آشکار استفاده می‌کند تا بتواند خواسته‌های خود را بر جمهوری اسلامی ایران که در حال حاضر تبلور آن در بحث اتمی دیده می‌شود اعمال کند. هاشمی نژاد گفت: به همین دلیل به نظرم این تصمیم در راستای تقویت جنگ روانی که علیه ایران ابزارهای مختلف به کار می‌برد این اقدام را انجام داده است. وی اضافه کرد: قبل از این آمریکا نام مجاهدین را از لیست گروه‌های تروریستی خارج کرد و امروز با افتتاح دفتر یک گروه تروریستی نشان داد که برای رسیدن به اهدافش از هیچ چیز دریغ نمی‌کند.
time that we're going through. It's an era of great turmoil and change in the world, particularly in the Middle East. And it can't be stopped, what's going on. And it shouldn't be. I am convinced that we have to change the world. It is clear that the changes will be profound and will be long-lasting. So the big question is whether we'll be reacting or will we be proactive. I hope that the U.S. will stand up and say the MEK is the example that others can follow in the entire region of the Middle East. C'est toute l'humanité qui doit maintenant regarder du côté d'Ashraf, inlassablement. In Iran, we have a political party that embraces democratic rule in the PMOI. We have a political leader in Madam Rajavi. رژیم ایران هم به وسیله نیروی قدس و هم از طریق مزدوران حزب الله لبنان به رژیم بشار اسد کمک میکنه و هر گونه تلاشی رو برای توقف کشتار در سوریه از بین میبره. هشدار دانیل گراسر، معاون وزارت خزانه داری آمریکا. دانیل گلاسر میگوید دخالت مخرب رژیم ایران در سوریه تنها از طریق مزدوران و شرکای مانند حزب الله لبنان نیست، بلکه به طور مستقیم هم صورت میگیرد. نیروی قدس سپاه پاسداران حمایت مادی رژیم ایران از اطلاعات رژیم سوریه را تسهیل میکند. قاسم سلیمانی، کسی که مدت‌های طولانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بود، سال گذشته نامگذاری تروریستی شد. علاوه بر اقدامهایی که علیه نیروی قدس و قاسم سلیمانی در سال 2011 اتخاذ شد، ایالات متحده مکررن حمایت رژیم ایران از کشتار در سوریه را افشا کرده است. جیش شعبی با اتکاب پشتیبانی رژیم ایران و حزب الله ایجاد شده است و مطابق مدل شبه نظامیان بسیج است. این نیرو کارایی خود را در بکارگیری خشونت و ارعاب برای سرکوب مخالفان در ایران نشان داده است. گلاس رفزود به رغم لفاظی‌های علنی رژیم ایران در مورد همبستگی با جنبش‌های مردمی در سراسر جهان عرب، سیاست رسمی این رژیم صدور همان تاکتیک‌های بی‌رحمانه و سرکوبگرانه است که در سال 2009 در تهران به کار گرفته شد. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت ما بعد از کنارگیری اسد باید آماده کمک به مقام‌های مشروع دولت جدید باشیم و مانع دخالت‌های رژیم ایران و حزب الله بشویم که از ادامه خونریزی در سوریه سود می‌برند. امروز می‌توان بزرگترین بقایای عصر خود را همزمان با وقوع در وسایل ارتباط جوی تماشا کرد. امروز رخدادهای تاریخی وقایعی مصور شده است. سیمای آزادی تحولات میهنمان و مقاومت را در مسیر آزادی به تصویر می کشد. مسیری که شما با ارسال تصاویر خود در ترسیم آن همراه ما هستید. امروز کمتر عنصر سیاسی و آگاهی ممکنه پیدا بشه که از میزان و عمق دخالت‌های رژیم در عراق و رابطه امر و نهی ولی فقیه با دولت مالکی خبر نداشته باشه. نشریه بین‌العربی الجدیده این موضوع رو با مایه‌ای از طنز، البته طنز تلخ، مورد توجه قرار داده. خدمات مجانی ایران به دولت مالکی. از زمان سرنگونی رژیم بعث، حاکمان ایران مستمرن و مرتبن نصایح و توصیه‌هایی را در راه خدا و به خاطر منفعت مردم عراق تقدیم سیاستمداران عراقی می‌کنند.
در زمان نوشتن قانون اساسی، خامنه‌ای خواست که قانون اساسی اسلامی باشد که تقریبا همانطور هم شد. اولین نصیحت ساده مجانی اصرار بر خروج نیروهای آمریکایی پس از گذشت کمتر از یک سال از جنگ بود. و می دانیم که بعد از انتخابات اخیر چگونه خامنه‌ای و مشاورانش هیئت‌های احزاب شیعه را فرا خواندند تا ایران بازی خودش با نام اکثریت پارلمانی را با هدف تحمیل دومین دور حاکمیت آقای مالکی بیرون دهد. و در فواصل دو دیدار مقام‌های ایرانی ما از دهان آنها مرتب نصایحشان به دولت عراق را می‌شنویم، گویا آنها شاگردان مکتب ولی فقیه هستند. این موضوعی است که وقتی ما اظهارات فرستاده خامنه‌ای و مرد حاضرگراغ اطلاعات حیدر مصلحی را می‌خوانیم بلافاصله به ذهن می‌زند، آنجا که می‌گوید ما تجربه 35 ساله در مبارزه با تروریسم داریم که آن را در خدمت عزیزانمان در عراق می‌گذاریم، یا آنجا که می‌گوید ایران تجارب خود را به منظور حمایت از امنیت پایدار و ارتقای آن در عراق منتقل خواهد کرد. و این را آقای فیاض سرپرست وزارت امنیت عراق هم در حالت مات و مبهوت اعلام کرد وقتی که گفت با مصلحی درباره جوانب تکامل روابط امنیتی دو کشور گفتگو کرده است. روی این کلمه تکامل دقت کنید. 35 سال مبارزه با تروریسم با یک عملیات تروریسم دولتی شروع شد، یعنی گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا به مدت 444 روز که جز با تهدید ریگان کاندید ریاست جمهوری نجات نیافتند، وقتی که وعده مجازات سخت داد اگر گروگان‌ها آزاد نشوند. و خمینی‌چی‌ها در برابر چماقی که روی سرشان بلند شده بود تسلیم شدند. موضوع دیگری که رابطه مستقیم با ماموریت این مرد یعنی مصلحی داشت و او در اظهاراتش آن را مخفی نکرد، موضوع پناهندگان بیدفاع مجاهدین خلق بود که در نزدیکی بغداد در بازداشت هستند. او از قول مالکی گفت که وی تلاش می‌کند طی مدت کوتاهی این افراد را به طور کامل از عراق اخراج کند و شاید منظور او حمله‌های مسلحانه جدید علیه آنها مثل دو حمله خونبار قبلی و یا تحویل برخی از آنها به مقامات ایران باشد، جایی که شکنجه و مرگ در انتظار آنهاست. ایران با خدماتش در مبارزه با تروریسم پیشروی می‌کند و این همان تروریسمی است که کماکان در سطح منطقه آن را تشویق و تسلیح می‌کند. به رغم تهدیدهای باند ولی فقیه، پاسدار احمدی نژاد میتینگ نمایشی خودش در ورزشگاه آزادی به منظور قدرت نمایی در برابر خامنه‌ای را برگزار کرد. این نمایش قبل از هر چیز شدت و عمق شکاف در رأس نظام را به نمایش گذاشت. عواقب احتمالی اصرار احمدی نژاد برای برگزاری این نمایش از دید یکی از روزنامه‌های حکومتی. سرنوشت حجاریان و هشدار به احمدی نژاد. احمدی نژاد اگرچه از نظر اقتصادی کارنامه قابل قبول در نگاه منتقدانش ندارد، ولی از نظر سیاسی و فرهنگی در صف آرزوهای اصلاح طلبان سیر کرد. از نظر روش تعامل با نظام و دیگر قوا، تئوری پردازان اصلاح طلب را راهبرد عملی خود نمود. بخش مهم شهرت سعید حجاریان، تئوری پرداز اصلاح طلب، با تئوری فشار از پایین چانه زنی از بالا می باشد. آن روز که او لب به چنین سخنی باز کرد، پرونده ترور خود را نیز گشود. او جان خود را بر سر این تئوری گذاشت. سعید حجاریان بنا داشت با آن ایده بنبست تعامل را بشکند و مکانیزمی برای اجرای منویات اصلاح طلبان پیدا نماید، ولی هزینه آن تیری بود که به مغزش خورد و شوکی بود که بعدها باعث مرگ مغزی کل جریان اصلاح طلب شد. پرونده تئوریش همچون پرونده ترورش بدون نتیجه خاص مختومه شد و بایگانی گردید. آن تئوری نتوانست بختی از اصلاح طلبان بگشاید و روزنه امیدی نیز بر نیانگیخت و چراغ راه که نشد
سوسوی امید را هم گرفت. در طول این مدت همواره کارشناسان از کارت‌های احتمالی احمدی نژاد برای تداوم جریانش در انتخابات 92 گفتند و نوشتند. ولی آنچه این روزها به خوبی نمایان است این است که او نه بنای انتحار دارد و نه قهر دیگری در سر می پروراند. او بنا دارد با تحریک بدنه اجتماعی و به حرکت درآوردن آن و نمایش میزان مقبولیت خود به عنوان کارت برنده نهایت بهره را ببرد. در حقیقت احمدی نژاد صحنه انتخابات 92 را میدان عملیاتی کردن تئوری فشار از پایین چانه زنی از بالا قرار داده است. اگر او بتواند نتیجه دلخواه را بگیرد، به احتمال زیاد مدال نظریه پرداز واقع‌گرا را بر گردن حجاریان خواهد انداخت. ولی اگر او به نتیجه دلخواه نرسد و احیاناً به سرنوشت حجاریان گرفتار آید، آنگاه باید لقب نظریه پرداز انتحاری را به سعید حجاریان داد. برنامه امروز ما در اینجا به پایان میرسه. با تشکر از اینکه تا پایان برنامه همراه ما بودید، با همگی شما خداحافظی میکنم. پیروز باشید.